حریم خصوصی و امنیت در عصر تروریسم. نیاز افراد و جوامع به حریم خصوصی یکسان نیست. برخی نیاز به حریم خصوصی بیشتری دارند و برخی با حریم خصوصی کمتر راضی‌اند. اما بیشتر افراد دوست ندارند که تفتیش بشن، اهم از اون که شخص اونا مورد تفتیش قرار بگیره یا اموالشون. با وجود این، تهدید تروریسم موجب شده که بسیاری از مردم رضایت بدن حریم خصوصیشون تا حدودی کاهش پیدا کنه. از مصداق‌های بارز این کاهش پرواز با خطوط هوایی تجاری است. قبل از پرواز مسافران ناگزیرن اجازه بدن که بازرسی بدنی بشن و همه جامدان‌هاشون وارسی بشه. غالبا رفتار مسافران از نزدیک تحت نظر قرار میگیره تا اگر برای امنیت پرواز خطر به حساب میان به موقع شناسایی شن. در موارد دیگه، مثلا هنگام ورود افراد به ساختمان‌های دولتی، لوازم شخصی و محتوای جیب اونها وارسی میشه. دانش آموزان هنگام ورود به مدارس ممکنه تفتیش بشن. دولت هم بیش از گذشته با شگرت‌های مخفیانه به حریم خصوصی افراد تجاوز میکنه. اولیای امور از استراق سمع تلفن‌ها و کنترل ایمیل‌ها برای جمع‌آوری شواهد و مدارک درباره جرایم سازمان یافته یا سایر اشکال کارهای خلاف قانون استفاده می‌کنند. عصر تروریسم گرایش دولت‌ها را به جاسوسی علیه شهروندان و به همون اندازه غیر شهروندان تقویت کرده.